نرگس هورخش که از همین شهر استانبول با ما هست. باز هم تصاویر زنده رو همزمان، خود نرگس الان اونجاست با ما صحبت میکنه. نرگس، جزئیات این خبر چیه؟ کسی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته و چه زمانی اتفاق افتاد این حمله؟ بله رضا، ساعت 11:46 به وقت محلی امروز اینجا در استانبول دو حمله کننده که مسلح بودند به ایست بازرسی دادگاه چالان در مجیدیکوی استانبول حمله کردند و با تیراندازی با نیروهای امنیتی در مقابل این ایست بازرسی پلیس پرداختند. پس از ساعتی و همینطور که در تصاویر هم میتونیم مشاهده کنیم این درگیری ادامه داشت، اما در نهایت نیروهای امنیتی ترکیه و پلیس این کشور توانستن این دو فرد را که به گفته وزیر کشور ترکیه علی یرلیکایا یکی آنها زن و دیگری مرد بوده از پای در بیاورند. در پی این درگیری که غافلگیر کننده هم برای بسیاری از شهروندان ترکیه بوده، به ویژه در استانبول 5 نفر زخمی شدند. 3 نفر زخمی شده ها افسران پلیس هستند که در این ایست بازرسی و در این دادگاه حضور داشتند و در مورد هویت 2 نفر دیگر هم تا کنون چیزی گفته نشده. یلماز تونج وزیر دادگستری ترکیه از آغاز تحقیقات در مورد این رویداد خبر داده و گفته که عملاً دارن وضعیت را در این دادگاه بررسی میکنن و چگونگی این رویداد را. حزب جبهه آزادی بخش خلق ترکیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. این حزب در دهه 90 میلادی فعالیت خودش را با باور و ایدئولوژی مارکسیسم لینینیسم آغاز کرد و موضعی ضد آمریکایی ناتو و دولت ترکیه دارد و باور دارد که ترکیه هم تحت کنترل امپریالیسم است و تمامی حضور و فعالیت دولت ترکیه با توجه به کمک‌های بین‌المللی اتفاق می‌افتد و با عملیات‌های نظامی و سیاسی خودش این گروه از آن زمان تا حالا تلاش کرده که دولت ترکیه را به گمان خودش سرنگون کنه. از زمان آغاز و شکلگیری این گروه تا کنون 10 حمله بمبگذاری و آدم ربایی از سوی این گروه انجام شده در استانبول، در آنکارا و دیگر کشورهای جهان، به ویژه بر کنسولگری های آمریکا در استانبول. همینطور حزب عدالت و توسعه ترکیه و بیشتر اماکن و محل‌هایی که نظامیان این کشور و نظامیان خارجی به شمول آمریکایی‌ها حضور دارن حملات گسترده خودشان را انجام دادن و در بسیاری مواقع در پی بمب‌گذاری‌ها و حملات انتحاری که این گروه انجام داده، تعدادی از نظامیان ترکیه به شمول ارشدترین مقام‌ها، به شمول یک وزیر پیشین دولت ترکیه، جانشان را از دست داده. چیزی که قابل اهمیت هست و قابل توجه این که در اغلب این حملاتی که این گروه انجام داده زنان نقش دارند. بیشتر با آماری که ما پیشتر داشتم میخواندم دیدم در اغلب حتی میشه گفت 90% این حملات زنان حضور داشتند و این حملات را بر عهده گرفتن. دولت ترکیه در سال 2007 میلادی این گروه را به شمول 12 گروه دیگر به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد، اما بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 1997 این حزب را به عنوان یک حزب تروریستی اعلام کرد و فعالیت های این گروه در سراسر جهان به عنوان یک گروه تروریستی اعلام میشه و دولت ترکیه هم مطمئنا واکنش های خودش را خواهد داشت که ما منتظر واکنش های دولت ترکیه و شمول مقام های ارشد مثل آقای رجب طیب اردوغان خواهیم بود. ممنونم از تو نرگس هورخش، توضیحات کامل تو رو شنیدیم. ممنونم همکارم نرگس هورخش در استانبول.